به نام خدا. سلام بچه عزیز، یازدهمی هایی که کارهای 0 تا 100 حسابان رو دیدن، امروز مبحثمون اختصاص داره به حل ماده درجه 2، نمودار تابع درجه 2، حل مادات کسری، گویا، گونگ، که از امروز استارتش رو میدیم. چند جلسه پشت سر هم میخوام راجع به اینا با هم دیگه چیکار کنیم، بحث کنیم، حل تست انجام میدیم و الی آخر. مخصوص جلسات 3 و 4 و 5 و 6 بحث های 11 که شما توی سایت دیدین. برای اون فیلم ها من سعی کردم دوباره چندین تا تست دیگه توی این چند جلسه ای که میخواد برگزار بشه برای شما حل کنم. امروز بریم اولین جلسه رو با هم داشته باشیم. سوال شماره 1 مون رو می‌بینیم بچه‌ها. در سهمیه، یعنی که چی؟ معادله فرمش درجه 2، معادله فرم کلیش هم AX رو بذار به X بذار C. داستان سهمی. با ضابطه FX، این FX رو با هم صحبت کردیم دیگه. AX رو بذار به X بذار C. مقدار F منهای 2 رو می‌خواد. یعنی می‌خواد تو تابع منهای 2 بده. اصلا تابع کو؟ از رو نمودار می‌خوام تابع سهمی رو استخراج کنم. اطلاعاتش یکی اینکه 3 داده 0 شد، یعنی مختصات داره x y به ترتیب این نقطه 3 0. یعنی نقطه همینجا داریم منفی 3 0 منفی 3 شده. اینجا میگه نقطه یادم y راست تو داری. از y راست هم استفاده میکنم، بعد معادله جمع جور میکنم به تحویل میدم. ببین چه جوری باید کار کنم. اولا معادله رو ضابطه شو نمیشیم. آقا ax تو به اضافه bx به اضافه c. اول کار به نظر من بهتره که از این نقطه کمک بگیریم. معمولا اینو بچه‌ها دیگه می‌بینن میگن این سیه. این سی رو می‌ذاریم منفی 3. دلیلش هم چیه؟ میگیم آقا 0 دادی منفی 3 شده. ایگرگ رو می‌ذارم منفی 3، ایکس رو می‌ذارم 0، اینم 0، اینم سی. سی رو پیدا می‌کنه منفی 3. این همون نقش از مبدا رو بازی می‌کنه دیگه. سی پیداش باش. این یک. یه نقطه دیگه، بس از این نقطه شما استفاده تو بردی. حالا این نقطه مختصات چند چنده؟ 3 0ه. قرار میدم داخلیم. به جای ایگریک میذارم سف. سر به جای ایکس ها میذارم میشه 9A. سه بی به اضافه سه. سی هم که دارم منفی سه. عدد اینو من میدونم. این چند منفی سه. منفی سه رو میرم این برم میشه 9A به اضافه سه بی. همه هم به سه ساده میشن. میتونم بنویسم سه A به اضافه بی. این هم موسو چند یک. این رابطه رو داشته باشیم تو آب نمک. بشیم با هم صحبت کنیم. خب این تا اینجا. از یه چیزی هنوز استفاده نکردم. اونم اینجاست. من به این نقطه ایکسش رو نمیدونم، به من نده، ولی هرچی هست ایگرگ رأس رو به من داده. ایگرگ رأس چی بود؟ میگفتم اگه ایکسش رو داشتی جایگذاری میکردی داخلش میشد ایگرگ رأس برای شما. اگر نه نداری میخواد مستقیم ایگرگ رأس رو پیدا کنی، از چی استفاده؟ منفی دلتا بری چند؟ 4 آ. از این استفاده میدم. خب باش، ایگرگ رأس منفی 4، اینم 4 آ منفی دلتا. یه منفی با این حداقل بزنیم بره 4 4 تا 16 آ دلتا هم به 2 منه چند 4 آ 3. اینو کشش بدیم برسونیم به ته 16 آ. هم بی ندارم، آ هم ندارم، سی که دارم که منفی 3. این مدلیه، روشنه؟ پس من اینجا اینه 16 آ دارم مثلا بی 2 به اضافه 12 آ. این وسط بدک نمیشه از این رابطه بی رو پیدا کنی و اینقدر داری حل دستگاه میکنی دیگه. پس این کار رو یکی دیگه هم ادامه میدم. بی برابر است با یک منهای چند؟ سه آ. این سه آ رو انگار بردم برای ورد بزن اینجا. این یه سوال نسبتا پر حجمه. از چی؟ از ماده درجه 2. پس اینجا بنویسم برات، اینو با آبی بنویسم 16 آ موسه با این بیه به توان 2 به اضافه 12 آ. قرار شد به جای بی بنویسم یک منهای چند؟ سه آ. همه مجهول آه. جمع و جور کنیم میتونی برای خود آر رو چیکار کنی؟ گی بیاری، بعد دیگه بی پیدا میشه و سهمی و الاخری. خب بریم ادامه بدیم. لطفا 16 آ چی میشه؟ بمونه اتحادش یک منهای 6 آ به اضافه 9 آ 2 به اضافه 12 آ. همه رو حل بدیم بره اونور 9 آ 2 دارم. اینا با هم میشن چقدر؟ مثبت 6 آ با یکی میشه منفی 10 آ. یه دونم عدد دارم به اضافه یک مساوی 0. شانس آوردم دو کناری این ضریباشون جمعشون چند؟ صفره. یعنی معادله درجه 2 رسید به یه مرحله ای آرو میخوام پیدا کنم که جمع ضرب صفر شد، راحت بود دیگه، دلتا منتا نمیخواد. اون وقت شما یه آ پیدا میکنی یک، یا آ پیدا میکنی چند؟ یا بذارم این وسط دیگه یک نهم سموسی آ یک نهم. اگه آ یک باشه بی چه اتفاقی میفته براش؟ یک منهای 3، یعنی بی میشه منفی 2. بی رو اینجور پیدا کنم. اگه آ یک نهم باشه چی میشه؟ بی یک منهای 3 تا یک نهم میشن یک سوم. بی میشه برای شما چی؟ 3 سوم میشه 2 سوم. حالا سوال اینجاست،
سوال اینجاست کدومی که از این آها قبوله؟ با توجه به شکل این محل توپ که اینجا بود به شما چی میداد؟ سی میداد که سی رو پیدا کردی. روی بالا بود آ باید مثبت باشه که آ رو باید مثبت جفت حالت هم مثبت پیدا کرد. این تا اینجا فقط یه ریزه کاری هست، این رو به جهت توپ رو به پایینه، بعد بی چی به دست بیاد؟ منفی به دست بیاد. الان کدومی که از این بیا منفیه؟ میگی چی؟ اون اولیه. پس اینجا این بیه به درد من نمیخوره، این اوکی میگیره، اینم بیت آم که پیدا کردی، سی هم که داشتی از اول. حالا چی میخوای؟ اف منفی دو. یعنی تو تابع میخوام برات منفی دو بذارم. تو تابع منفی دو بذاری چی میشه؟ اینجا منفی دو بذارم به تمام چهار، چهار آ منفی دو بذارم، منفی دو بی به اضافه سی. چهار آمون چند بود؟ یک. منهای دو بیمون چند بود؟ منفی دو. سیمون چند بود؟ سیمونم منفی سه. جمع وجود چهاره به اضافه چهاره، منهای سه یعنی چند؟ پنج. گزینه که میذارم گزینه دو. یعنی یه خوردت کار برد. اما یه سوال بین نگاه بندازیم به دوباره سوال از اول. اف منفی دو همه گزینه ها مثبته، یعنی مثل این که منفی دو تو ایکس های منفی رفتیم بالا ماله ها. به نظر میرسه این چی باشه؟ این دوره میگم به نظر میرسه چی باشه؟ به نظر میرسه منفی یک باشه. یعنی اینجا منفی یک باشه، اینجا سه باشه، وسطش وسط منفی یک سه چی میشه؟ وسط منفی یک، منفی یک به اضافه سه میشه دو، تقسیم دو میشه. به نظر میرسه اینجا هم یک باشه. یعنی من دارم حدس میزنم، حدسیاتم اینه، دو تا ریشه دارم سه و منفی یک، یه دارم اینجا دو دارم که جواب چند داده به شما؟ منفی 4. از این اطلاعات هم میتونستم کمک بگیرم این ABC رو پیدا کنم. ببینید شما تو که این کارا رو انجام دادی همه کار تموم شد دیگه. FX رو یه بار برات بازنویسی کنم. FX چی بود؟ AX2 A که 1 1X2 به اضافه BX یعنی منه 2X به اضافه C منفی 3. یعنی از اون کلک هایی که توی فیلم های 0 تا 100 شما داشتین خودتون مثلا بحث درجه دو بود معادله ABC پیدا کنم میتونستین اینجا استفاده کنین. به شرطی که حدس میزد اینجا A منفی 1. خب الان خداییش نکن دو کنار مگه وسطی نیست؟ پس یکی ارشا منفی 1 اینو حدسم درست بوده، یکی ارشا منفی 3 اون بود این 3 بوده باز اون حدس درست بوده. وسطش هم که میفته چند؟ دو. دو هم بدم الان چند میشه؟ دو بودی 4 منهای 8 منه 4 منه 3 جوابش میشه اون منه 4 که میشه شما گذاشتید دیگه. وسط اینو یک بدید، یک منه 2 منه 3 سه میشه منه 4. اینو پایین ایگرگش میشه با یه سری حد. یعنی یه نگاهی به گزینه ها کردی گفتی به نظر میاد که منفی 2 باید این بالا مالا باشه، حد میزنم اینجا منفی 1 باشه، شروع کردی بر اساس این معادله رو پیدا کردن. یه خورده حد بود ولی حد کاملا منطبق بر واقعیت بود دیگه. حلاش هم یاد گرفتی دیگه. چی شد؟ x راست منفی به 2a بود، y راست شما با جایگذاری پیدا می‌کردی. اینجا چون x راست رو نداشتم اومدم گفتم y رو از همون منفی دلتا بیرو 4a هم تو ذهنت داشته باش. این شد نکات شما چند؟ یک. بریم بعدی دو. تو دو هم همین نکته رو دوباره گذاشتم یادآوری بشه. ببین یه سهمی من برات راست کردم اینجا 5x رو بده 12x بزافه اینجا راست شده. بعد گفتم آقا اینجا تو s چی هستش؟ قائم است. خب یعنی چی تو s؟ از چه کمکی میگی؟ سهمی متقارنه. پس این تیکش با این تیکش بچه باشه، یعنی چون رو بحث بحث تقارن، یعنی اینجا درست قائم مزاویه هستش. از طرف دیگه حتما این زل و این زل با هم چی هم بر، یعنی قائم مزاویه متساوی ساق ساقش باید یکی باشه چون سهمی تقارن رو داره، یا دوورش بالانس یکسان باشه. پس این تیک با این تیک برابره، یعنی این زاویه حتما اینجا 90 اینجا هم جمع 90 میشه، بعد 45 45 میشه. این میشه الگوی کار من تو محاسبات. پس چه حرکتی انجام میدم؟ میام میگم آسابتی این مسلسل بکش بیار بیرون، این تیکش، این تیکش که 90 کاری باش ندارم، میگی این و این برابره، این قاموزابی مستصابه. من اگه اینجا یه دنی ارتفاع اینجور رسم کنم برات که همون ایگرگ رسمت میشه دیگه، روسته این رسمت یه خورده اومده چی پایین تر، این همون ایگرگ رسمت میشه. بعد اون وقت این 45 هستش، اینجا رو میدونم 45، اینجا هم میدونم 45، اینجا هم که دوباره 90 میشه، بعد دوباره این بغل دستش 45 میفته، اینجا 45 میفته دیگه. بچه ریاضی اینا بلدن دیگه. دوباره شما چی داری؟ مستساقه این داری، یعنی یه دی مستساقه قایم موضوع کچورو داری. پس این تیکه هم با این برابره، اینجا هم همینطور با هم برابره. لوپ مطلب آقا جان کل اینجا دو برابر اینجاست. اینجا کلش چقدر؟ اختلاف ریشه ها. اینجا ببین از اینجا تا اینجا اختلاف ریشه، ریشه ریشه جایی که با محور ایکس چیه برخورد کرده باشه، مثلا دو برابر ایگرگ رأسه.
حتی ایگرگ هستشون پایینه، ما تو اندازه مندازه ایگرگ و اینا رو منفی بیان نمی کنیم. وقتی میگیم مثلث زیرش 3 سانته دیگه نمیگیم منفی 3 سانته، 3 سانته یه قدم تق براش بذاریم چون ایگرگ رفتیم پایین ما اینا. آقا اختلاف ریشه یاد میاد چی بود؟ میگفتی رادیکال دلتا بر چند؟ آمونم که اینجا 5 مثبت دیگه. این آی که می نویسن با اون آی فرق داره ها. اون در اصل میدونی که منظورم چیه؟ کاش اینا من حروف بزرگ بنویسم با اون ای که من اینجا نمیشن قاطی نشه. این رو اینجا بنویسم. مثلا دو ضرب در ایگری که راست چی بود؟ گفتیم منفی دلتا بر چند؟ 4 آ با قدر مطلق دیگه چون مساوی رو شما بیان نمی‌کنه. خب یه خورده بریم جلوتر. اینجا ضرب میشه. دو با این ضرب بشه اصلا ساده بشه دیگه میشه چی؟ دلتا بر چند؟ 2 آ. آ که مثبته قبول، موافق اینو با این بزنم بره دیگه. حله مخرج ساده کاری مشکلی نداره، برو جلو. توان دو برسن رادیکال خلاص، اون وقتی میشه دلتای خالص مثبت، این میشه دلتا به توان دو، دو هم میشه چند؟ 4. یه دلتا میتونم از طرفین ساده کنم چون مطمئنم دلتامون مثبت با صفر نیست. اگه دلتا مثبت با صفر بود که حتما به محور ایکس چی میشد؟ مماس میشد. دلتا صفر رو محور ایکس مماس، الان رو محور ایکس مماس نه، پس دلتا صفر نیست. یه دلتا بزن بره طرف مست نیکن، دلتا بده بیاد چی بود؟ بی دو 4 آ سه، این را قصد روش رو بزرگ میزن. بی دو یعنی صد چه چهار موسو صفر ندازه، موسو چهار منهای 4 تا آمون چنده؟ آمون یه پنجه. سیمون چنده؟ اون ای کوچیک است، ای کوچیک. موسو چنده؟ 4. حالا می‌بینی کاری شیک و مجلسی شما داری مثلا برای من چی بدم که همه رو به 4 ساده کن؟ این میشه به 1، این میشه به 4، این هم میشه چند؟ 36. بیاریم هم میشه 35 موسه با 5 آ، آ میشه چند؟ 7. از شما چی میخواست؟ آ رو میخواست که پیدا کردی 7 دیگه. بعد بازم تکرار میکنم اکثر موارد این جمع دو کنار وسطی جمع ضرب صفر تو این درجه دو رخ میده، این بهش میخورد که منفی یک باشه ریشش، یعنی که ریشه منفی یک باشه، پس احتمال میدم که دو کناری وسطی شده باشه، یعنی این پنجه اینم چند شده باشه؟ 7 که بشه 12، 7 هم تو گزینه‌ها داشتم. مثلا با این ذهنیت ها هم بدک نمیشه که یاد بگیری که حس بزنی اینجا چه ریشه‌ای هستش، چه اتفاقی میفته، این اتفاقات رو چک کنی، بعد اون رو راحت‌تر و سریع‌تر پیدا کنی. اینم از دو بریم شما چند؟ 3. حالا که دو تا معادله درجه دو با هم دیگه حل کردیم، برسیم به چی؟ به خود حل معادلات گویا کسریا، و بعد آروم آروم ببریم فضا رو تو مبحث معادلات درجه دو نفع. میگه این معادله ریشه ندارد. آقا معادله کسریه، بله. معادله کسری ما چه جور حل می‌کردیم؟ هیچی. می‌شستیم قشنگ اگه لازم بود مخرج مشترک، تجزیه چیزی انجام دادیم که امی مخرج رو می‌گرفتیم، مخرج مشترک می‌گرفتیم. لازم بود یه طرف وسطی هم می‌رفتیم برات. بعد آخر سر ایکس هایی پیدا میکردیم تأکیدم میکردیم، میگفتیم اگر از مخرج ساده کاری داری که حذف کن بره، اگر از صورت و مخرج یک کس ساده کاری داری اونم حذف کن چون بالاخره مخرج صفر میشه، اما اگر دیدی نه صورت های دوتا کس میخوای جا چیز کنی ساده کاری کنی، اول اون مساوی صفر میذاشی بعد ساده کاری میکردی. اینا نکات دم دستی تاوای چه بود کس بود. آخر سر ایکس پیدا میکنم، ایکس پیدا میکنم، چک میکنم، میگم آقا دوباره صورت اصلی سوال، یعنی تو خود اون تیتر سوالی که من داده مخرج رو صفر نکنه. اینا ذهنیت های من بود. حالا تو چرا گفتی جواب نداره؟ بریم فعلا حل کنیم اون ایکس که پیدا میکنی، بعد آخر سر میگه خب چی میشه که این معادله من جواب نداره. برای اینکه حلش کنم اینجا یه تجزیه دارم میبینم، ایکس منهای 2 ایکس به اضافه 2، اینم ایکس منهای 2، یه مخرج مشترک پاش وسط دیگه، بعد بشین مخرج مشترک رو بگیریم جفت جورش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اون ایکس رو من آخر سر میخوام، بعد راجع به ریشه ندار بودنش حرف میزنیم. باش 3 مخرج رو قرارشو تجزیه کنیم. آقا این x بری x منهای 2 که هست، اینجا هم x به اضافه a بری این، یه دونه x منهای 2 در x به اضافه چند؟ 2. مساوی چند؟ 1. مخرج مشترک میگم باش، x منهای 2 در x به اضافه 2 رو مخرج مشترک میگیرم. این x منهای 2 x به اضافه 2 نداره، به اضافه اینم هست x به اضافه a، مساوی چند؟ 1. خب جفت جور کنیم، x 2 داری به اضافه 2x داری، به اضافه x داری، به اضافه a داری، می‌خوایم هم طرف وسط این کنیم میشه x دو منهای 4 دیگه، چون همون اتحاد مزوج خودمون x دو منهای 4 ضرب به 1 میشه x دو منهای 4. خوشبختانه x با x دو منهای، یعنی اصلا معادله از اون فرمت درجه 2 چی میشه؟ خارج میشه. 3x شما میشه چی؟ منفی a منهای 4. a رو بردم بر x رو پیدا کردم، x رو پیدا کردم. چجوری الان که من x رو پیدا کردم چجوری میشه که این قابل قبول نیست؟ میگم دو تا حالت داره، یا این x
که تو پیدا کردی برابر با 2 و بگی این مخرج رو صفر میکنه، اون مخرج هم صفر میکنه، 4 منفی 4 صفر میشه دیگه، و بگی قابل قبول نیست، یا این اتفاق افتاده یا اینکه نه این منفی آ منهای 4 سومیت برابر منفی 2. ببین بالاخره منفی 2 هم اینو صفر میکنه دیگه، منفی 2 بتونه 4 4 میشه صفر میکنه، منفی 2 باشه که اینو بگی قابل قبول نیست، یعنی دو تا اینجوری بشه میگی قابل قبول نیست. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ منفی آ منهای 4 مساوی 6 راحت اینجا آ پیدا میکنم، منفی چند 10 این از این میام سراغ این یکی میگی منفی آ منهای 4 مساوی چند منفی 6 اینجا آ پیدا میکنم میشه چند 2 اینم هست. مقادیر ممکن شو بگم یا این یا این، تو میگی چی؟ ضرب این دوتا رو میخوای، ضرب این دوتا مقدار آ یک، یعنی آ اولی و آ دوم میخوام ضرب کنم، یعنی منفی 10 رو ضرب چند کن 2 دیگه، یعنی منفی 20 تو گزینه ها بزن گزینه چند 4. معادله کسری موقعی تابش قابل قبول نمیشه که اون ایکس به دست اومده، آخر سر بیای تو مخرج رو ببینید یه چیز رو صفر کنه. شما 4 مادرش 2 میگه 2 آلفا منهای 1 و 2 بتا منهای 1 ریشه های معادله هم چجوری باید حرفه ای حل کنم؟ یه سری مباحث شما تو مدرسه یاد گرفتین، جمع ریشه ها ضرب ریشه ها فلان اینا یاد گرفتین، تشکیل معادله یاد گرفتین، معادله اولیه چی بوده معادله ثانویه چجوری میشد اونها یه سری یاد گرفتین با هم دیگه حل کردین تو فیلم ها. خب مثلا لوپ مطلب آقا وقتی میگه ریشه هست یعنی چی؟ معناش چیه؟ یه ریشه معادله اینو من به شما میدم یعنی چی؟ وقتی میگم 27 ریشه معادله است معناش که 7 بذارم داخل معادله اینو مساوی چند میکنه صفرش میکنه. حالا خودم دارم بهت میگم که 2 آلفا منهای 1 این معادله چیکار کرده صفر کرده، پس به جای ایکس بذار 2 آلفا منهای 1 مرتب کن ببینم چه جوری است، چه رابطه برای آلفا پیدا میکنی. تا این ویرگول پس سوال نگهدار، تا این ویگوره سوال نگر دار، 2 آلفا منهای 1 رو گفتی چیه؟ ریشه معادله است، پس 2 آلفا منهای 1 رو به جای x ساعت میذارم. بذاریم ببین نکن اینجا 2 آلفا منهای 1 اینجا هم 2 آلفا منهای 1 به اضافه 1 مساوی چند 3 اون چیزی که دقیقا من دادم. خب 2 آلفا منهای 1 اینجا هم با هم میشن 2 آلفا مساوی چند 3 اینو پخش کن 4 آلفا 2 بعد اینجا منهای 2 آلفا اونم منهای 3 معادله شما بر اساس آلفا این بوده، آلفا ریشه بوده، آلفا چیزی که جای x نشسته، پس خود معادله اصلی که آلفا بتا ریشه هاش بودن، آلفا بتا ریشه هاش بودن، معادله اصلی رو دارم میگم چی بوده؟ اینجا بوده 4 x تو منهای 2 x منهای 3 مساوی 0 بوده، این معادله اصلی بوده. در ادامه سوال گفتی یه معادله بده که یک آلفا هم یک بتا باشه، این ریشاش معکوس این باشه، ریشای معکوس ما چیکار می‌کردیم؟ جای اینا رو عوض می‌کردیم دیگه. یعنی برای معادله با ریشه یک آلفا هم یک بتا هم جای اینا رو عوض می‌کردیم، منفی 3 x 2 منهای 2 x این 4 هم یعنی ته مساوی چند است؟ معمولاً یه ضریب رو سعی می‌کنم مثبت باشه، به خاطر همین طرح تو گزینه سعی میکنن یا همه رو یه منفی ضرب کنن که این ضریب مثبت بشه، یعنی اینا مثلا ببرن اونور بالاخره یه منفی ضرب کنن میشه 3x و به اضافه 2x منهای 4 مساوی 0. تو تست میبینین که تو گزینه ها یه 3x به اضافه 2 تو فاکتور x فاکتور گرفتین 4 رو ورداشت برده چی اونور گزینه 4 فکر کنم خودش رو نشون داد. پس وقتی یه چیزی میگه ریشه معادله است اینو ورده بذار به x یه رابطه پیدا می‌کنی آلفایی، یاره یه رابطه پیدا می‌کنی مدل بتایی، آقا چرا بتا رو نذاشتی؟ بتا رو نذاشتی. این رابطه که اینجا پیدا می‌کنی شما میگیم خب معادلش بس اصل ماجرا بر اساس ایکس بوده، یعنی اگه من اینو حل کنم و جمع وجور کنم آلفا بتا چیزی بوده که اینو صفر می‌کرده، می‌تونستی بجاش ایکس هایی که پیدا می‌کردی به اون آلفا بتا نظر بگیری. خب تمام، بعدش خب یک آلفا هم یک بتا جای ضریب با ایسی عوض می‌کردی. عوض کردم فقط تنها حرف همین که معمولا عادت دارن طراحا چیکار کنن ضریب x رو مثبت میذارن، یه منفی ضرب کردی که اون ضریب مثبت بشود. سوال شماره 5 مون ریشه های یه معادله درجه 2 معکوس یکدیگرن، معکوس یعنی که چی؟ ضربشون مساوی 1، پس آلفا و بتا ضربشون 1، ضرب هم که سی به آ هستش مساوی 1، پس اصلا سی به آ برابر، یعنی خودی میشه برای من معیار که میخوام مثلا اختلافشون رو جواب بدم میشیم حرف میزنیم با هم دیگه، ولی اول به اون معکوس توجه میکنم. معکوس چی شد؟ ضربشون 1، پس آلفا بتا 1 یعنی سی آ اوم 1 یعنی سی با آ برابر. اجرا رو ببینیم با هم دیگه، اینو مرتب ننوشته ها، مرتب کنیم اول به اضافه سی ایکس اینم هست ام 2 منهای 2 مساوی این نقش سی رو بازی میکنه، اینم که بیه، اینم که چی؟ آه. گفتیم آقا ضربش رو مساوی 1، پس سی به آ مساوی 1، پس سی برابر است با آ، یه پس دیگه سی اینجاست ام 2 منهای 2 برابر با ام. خیلی مرتب منظم قشنگ داریم معادله درجه 2 جدیدی به وجود میاد که ام رو پیدا کنی برای من اینجوری.
دو کناری شده وسطی، دو تا حالت داره. یا اینجور مواقع که اما رو شما پیدا میکنی، حالا من فکر دور رو زدم برای شما، چه کنی؟ مثلا که ریشه داشتن هستش، بعد نمیتونی دو تا جواب که تو گذاری نمیتونی پیدا کنی که برای خود که آپدیت کنی هر معادله رو. وقتی منفی یک معادله از اول بنویس، این معادله رو منفی یک میشه منفی یک ایکس دو به اضافه سه ایکس، یک منفی دو هم میشه منفی یک مساوی چند صفر. دلتاشو کنترل کنید، دلتا رو. دلتا هستی؟ چرا دلتا رو کنترل کنم؟ که آقا مطمئن باشم دلتا مثبت دورشه رو داره. بدو 9 4 3 میشه 9 - 4 میشه 5. این خوبه، این وضعیت خوب. اینجا نگاه کن، ما با 2 بنویسیم بازی میسیم میشه 2x2 3x، 4 - 2 هم میشن 2. دلتاشو بده بیاد، بدو 4 3 میشه منفی. خب این قابل قبول نیست، این به درد نمیخوره دیگه، دلتا منفی شد، دلتا منفی که نشه نداره که. پس معادله من فرمتش اینه، این معادله بود که تو مثلا راجع بهش سوال میکردی. حالا تو این معادله میگی اختلاف ریشه ها، اختلاف ریشه ها داستان چی بود؟ یادت هست؟ یعنی آلفا مین های بتا رو با قدم تخت جواب میدادیم، گفتیم رادیکال دلتا بری چند؟ آی که منفی یک دی. البته این یه قدم تخت هم میذاره، چون اختلاف معمولا جوابش رو چی میدیم؟ مثبت. یه منفی که داریم که تو قد خواهد رفت دیگه. رادیکال دلتا بده بیاد. دلتا رو میشه گرفتم، چه با 5 شد رادیکال 5. کلا میشه رادیکال چند؟ 5. تمام. اختلافش رو پیدا کردم. بریم بعدی. آلفا بتا ریشه‌ای معادله است. ببین من انتظار دارم اینجا مثلا آلفا سه بذار بتا سه بشنوم. آلفا دو بذار بتا دو. 14 آلفا 14 بتا بشه. اینجوری بشه. رادیکال آلفا بذار رادیکال اینجوری. یعنی فضا فضای همچین چیزایی شنیدنه که آلفا بتا رو متقارن جمله هاشو بشنوی. آلفا دو بعد پشتش بتا دو. الان اومده چی حرف زده؟ گفته آلفا سه به اضافه 14 بتا. اینا جنس صحبتشون یکسان نیست. تو همچین موارد یا معادله خودش خیلی خیلی ساده حل میشه، یعنی دلتای خیلی روندی داره، از این ریشه‌های 1 و منفی 1 و نیم سیاه و اینا داره، که اینجا فکرم اینجوری نباشه. شما مثلا ببین جمع دو کناری وسطی نیست، جمع ضرب صفر نیست که ریشه‌ها همینج دم دست باشه. دلتاش هم اگه بگی تو ذهنت 9 به اضافه 20 میشه 29، رادیکال 29 دلتای تخیلیه. پس شما نمیتونی ایکس رو روند پیدا کنی و اینجا به توان 3 برسونی. پس اگه نمیتونی ریشه رو خوب وسطی پیدا کنی چه حرکتی بزنی؟ میگم آلفا ریشه است، تو خودش صدق میکنه. همین حرفو میتونم تو بتا هم بزنم، تو خودش صدق میکنه. پس میگم چه حرکتی انجام میدم؟ حالی که آلفا ریشه است میذارم داخل خودش، بعد سعی میکنم آلفا سه رو بسازم برای خودم. پس این کارو انجام بدم بفهمی چی به چیه، منظورم چی هستش از این بسازم چیه. آقا فعلا آلفا رو بذار اینجا، آلفا رو میذارم، آلفا دو منهای 3 آلفا منهای 5 مساوی چند صفر. پس آلفا دو میشه 3 آلفا به اضافه چند؟ 5. این دوتا رو بردم اومد. من آلفا 3 میخوام، یعنی یه ضرب در آلفا هم میخوام. اینو ضرب در آلفا کنیم میشن آلفا 3. 3 تا آلفا دو به اضافه چی؟ 5 آلفا. آلفا 3 3 تا به اضافه 5 آلفا. دوره که داشتی یه بار دیگه نگاه کن، آلفا دور داشتی یا اینجا، یعنی 3 آلفا به اضافه چند؟ 5 خودش. مرتب ترش کن، آلفا 3 چی میشه؟ این با این ضرب میشه 9 آلفا به اضافه 15 با یه 5 آلفا، که این آلفا هم ضرب میشه اون رابطه ای که تو میخواستی رسیدی. 9 5 14 دیگه. حالا آمادم اینو تحویل تو بدم. تو گفتی آلفا 3 به جاش اینو بذارم، یعنی چی؟ 14 آلفا به اضافه 15 به اضافه 14 بتا، اینم 14 بتا مصاب. این دو تا 14 دارا رو با هم یه فاکتوری بندازیم، 15 هم بمونه 14. آقا این همون اس شما نیست؟ جمع ریشه ها از منفی بی آم پیدا میشه، پیدا کن دیگه. منفی بی آم بده منفی بی آم، یعنی چم؟ مثبت 3 یکم به اضافه چم؟ 15. تموم شد، عدد خواستش پیدا کرد. چرا دو تا؟ اونم به اضافه چم؟ 15 تا 57 تا گزینه میزنی برای من، گزینه چند؟ 1. پس اگه اینا عبارت های نامعنوس شنیدیم، روال کار چیه؟ آلفا ریشه خود و مادر بذار داخل خودش، بس سعی کن چیزی که نامعنوس صحبت کرده، آلفا سه اینجا توی سال، آلفا سه رو اینجور تولید کن، آلفا دو رو تولید کرد و گفتی آلفا سه یه آلفا دیگه هم ضرب کرد، دوباره از آلفا دوش استفاده کردی. می‌بینی آلفا سه رو که تولید کردی، الان منطقا تو اینجا خوشحالی که آقا مثلا من چه حرکتی زدم؟
آلفا سه تولید شده که بذارم بجاش، اینا دیگه همه دیگه به نام معنوس صحبت کنه، مثلا کنار دست همه هم جنس هم آلفا بتا، اونم که اس خودمون منفی بیا و منفی بیا هم که اجراش سه شد. بریم هفت. چند نقطه با طول صحیح روی محور طول ها یعنی ایکس میخوام وجود داره که مجموع فاصله آنها از دو نقطه به طول ها منفی 3 و 4 برابر. فاصله نقطه رو چجوری پیدا میکنید شما؟ مثلا فاصله رو محور ایکس داریم، فاصله 1 تا 7 چنده میگی؟ 6. فاصله یعنی انتها ابتدا، تو قد منطقه میذاریم. کلا بحث فاصله رو انجام دادن و راجبش حرف زدن اینه که اختلاف ایکس ها توی قدر مطلق، مثلا میگه فاصله منفی 2 تا 5، چه بگی 5 منهای منهای 2، چه بگی منهای 2 منهای 5، بالاخره تو قدم تقسیم میزه جواب چند در میاد؟ میگه 7. الان من که نمیدونم نقطه هر رو چی میخوای، خب میام اسمشو میگیرم چی ایکس، ایکس رو میخوام پیدا کنم. یه بار فاصله باید بگیرم از منفی 3، پس میشه ایکس منهای منهای 3 تو قدم تقسیم. یه فاصله میگیرم از 4، پس میشه ایکس منهای 4 تو قدر مطلق، مساوی با چند؟ مساوی با 7. بریم اینو برای تو چیکار کنیم پیدا کنیم این داستان چی میشه. متو حواستون باشه چند نقطه با طول چی میخواد صحیح میخواد، یعنی عدد صحیح میخوام، یعنی عددی مثلا روند و اینا دیگه، اشاری مشاری دیگه نیست. بریم حالا حرف بزنیم. اون نقطه اسمش چی شد؟ اسمش شد ایکس. یه فاصله گرفتیم ایکس منهای منهای 3، یعنی فاصله تا 3، اینجا فارسی بریم مثلا فاصله از منهای 3 مجموع، اینم مجموع. یه دونه هم ایکس منهای 4 گذاشتم، اینو بریم مثلا فاصله از چند؟ 4، مساوی چند؟ 7. لپ مطلب ایکس به اضافه 3 تو قد به اضافه ایکس منهای 4 تو قد مساوی چند؟ 7. حالا اینجا میخوای تشریح بریم یا تست؟ ببین اگه تشریح میخواستم برم چی اینو صفر میکنه منفی 3 اینو 4، یه جدول تعیین علامت برات میکشم که تعیین علامت که نه، خلاصی از قدر، خلاصی از قدر ایکس هم هست، منفی بینهایت، منفی 3، 4، مثبت بینهایت، اینا رو میام به سمت چی؟ پایین، که بتونم این راحت این ایکس هم خلاص شم ازشون رو شروع کنم معادله حل کردن. یه ردیف برای این قدره تعیین علامت میذارم، صفر، راست موافق، چپ مخالف. یه ردیف برای ایکس منهای 4، اینجا صفر، مثبت منفی، منفی. حالا میریم حل. ببین جلو تعیین علامت نیست، جلو چی؟ خلاصی از قدره. بریم حل. اولی میگه قدر رو بردار یه منفی بچپون باش، منفی ایکس منهای 3. بعدی هم یه منفی بذار، منفی ایکس به اضافه 4 مساوی چند؟ 7. این معادله رو میخوام حل کنم، حلش هم میکنم، منفی 2x میشه، بعد اینو با هم میشن چند؟ 1 میرو و منفی 1 که با اون میشه 6، x پیدا میشن منفی 3. این قابل قبول هست یا نیستش رو از این شرط x کمتر مساوی منفی 3 میدونم. این ناحیه کمتر مساوی منفی 3، x که پیدا کردی دقیقا تو مرز اوکیه، این مشکل نداره، این x قابل قبول مخصوصا که از سایم هست. یه بار اینجا میریم کار کنیم، یعنی ایکس هایی که محدوده بین چندن؟ 4 تا منفی 3 هستن. قدر اولی رو مثبت میرم، میشه ایکس به اضافه چند؟ 3. قدر دومی رو منفی میرم، منفی ایکس به اضافه 4 مساوی چند؟ 7. میریم حل کنیم. شانسن ایکس ها هست میشه، این ور میمونه 3 و 4 7 مساوی 7. به این وضعیت میگیم بدیهی. 7 مساوی 6 مثلا اگه پیدا میکردم میگفتم وضعیت غیر ممکن، به 7 مساوی 7 که میرسیم میگه وضعیت بدیهی. وضعیت بدیهی بی شما جواب داره، بی شما جواب تمامش هم تو این باز است، یعنی ایکس های بین 4 تا منفی 3 همشون جواب تو هم. هر ایکسی بین منفی 3 تا 4 که بی شما تا عددم است برای شما قابل قبوله. بریم یه حرف دیگه اینجا بزنیم، ایکس به اضافه چند؟ 3. قدر اولی مثبت، قدر دومی مثبت توش پخش میکنم، ایکس منهای 4 مساوی چند؟ 7. حل میکنم 2x میشه 8، ایکس میشه 4، اینم اوکی میگیره. در کل جوابا رو اجتماع میزنیم، همه رو میخوام، میگی منفی 3 رو میخوام، منفی 3 تا 4 هم میخوام، 4 هم میخوام، پس ایکس های شما میشه از منفی 3 تا چند؟ 4. بی شمار تا جواب داره. بعد میگه نه عدد صحیح ها شو بده بیاد، تو صورت سوال میگفته عدد صحیح ها رو بده بیاد، عدد روندا رو بده بیاد. اون وقت میگم عدد صحیح ها یکی منفی 3 هستش، منفی 2، منفی 1، 0، 1، 2، 3، 4، 4 تا 3 تا 7 تا 8 تا عدد صحیح گذاشتم چند میذارم؟ 4. خب این شد تشریح طور حل کردن. حرفه‌ای میخوام حل کنم. گلدان اینجا رو نیا کن، اینجا رو نیا کن، اینجا رو نیا کن، این نمودار گلدانی ماست. نمودار گلدانی رو بچه‌ها رو هوا میکشن دیگه. اینجا منفی 3 میذاره، اینجا هم 4، منفی 3 و 4 اضافه هم 7 میاد، اینجا 7 رو میکشه. یه گلدون اینوری میره، یه گلدون اینوری میره، اینقدر حفظ شده. بعد میگه خب حالا اینی که 7 رو حفظ کردم، اینم تابع ثابت، تابع ثابت 7، ثابت هفتم که اینجاست،
چند جا هم نقد میکنم بی شما جا، یعنی یه ضرب اینو پیدا میکنه، میخواد یعنی حل کنه، حل معادله انجام بده. روشی استفاده کرد الان، روش رسم نمودار، روش هندسی حل معادله، اینو بلد رسم کنه، رسمش میکنه، اونم که یه تابع ثابته بلد رسم کنه، رسمش میکنه، خط و حقوق میگه این دوتا قرمز و سبز مثلا چند نقطه برخورد دارن. روش ها متنوعه، اینو بهش میگن روش چی جبری، یعنی حلی کردن، اونو بهش میگن روش چی هندسی دیگه، با نمودار داری جواب پیدا میکنی. ولی آخر سر به جای بی شما تا جواب، باز حواست باشه تو سوال گفتی چی، فقط عدد سیار ردیف کن، که عدد سیار ردیف کردی و 8 تا بهش جواب دادی. بریم بعدی. 9 که نه، آلفا به دوباره مادرش دوباره آلفا به ریشه های مادر باشه، کدوم مادر؟ پس اونجا میتونم SOP پیدا کنم، به دردم میخوره. یه SOP جدید برای ریشه های مادر جدید میخوام. روشن شد؟ درستی که یه سری راهکارها هم یاد گرفتیم که آقا مثلا وردار اینجا این عبارت رو بذار و نمیدونم بعد حالت عکس کار کن، کار با ایکس مخالف و این حرف هست، ولی اصل قدم و اصل رویه تو این تیپ سواله اینه که آقا SOP داری؟ SOP جدید رو پیدا کن. SOP جدید رو پیدا کردی، برای من معادله جدید تشکیل بده. معادله جدید فرمت چیه؟ میگه x2 مین های sx به اضافه p مساوی با 0. بریم خوب انجام بدیم. اول معادله رو x رو هم پخش کن. یعنی معادله جدید خودش رو نشون بده قشنگ دیگه. معادله جدید خودش رو نشون بده، میگم آقا x2 2x2 چون اینجا 2 بود دیگه پشتش، مین های چند؟ 3x، اون 4 هم بدیم ولی این مدلی. باش SOP میخوام. S یعنی جمع ریشه ها دیگه، یعنی جمع ریشه ها برابر است با منفی بیام، یعنی چند؟ 3 دوم. P برابر است با ضرب ریشه ها، برابر است با سیام، سیام یعنی منفی 4 به 2، یعنی منفی 2. این بماند. برای معادله جدید SOP جدید میخوام، برای این دوتا S جدید S پریم بذارم، P جدید P پریم بذارم. یعنی تو یه بار این دوتا رو با هم جمع کنی، یه بار با هم ضرب کنی. بریم ببینیم چه حرکتی میزنیم. این یک من های دو آلفامو با این یک من های دو بتاامو زیبارم اینجا بنویسم، با این یک من های دو بتاامو پرانتزم که الان فقط علیک بیشم، یه بار میندازم تو فاز جمع، یه بار میندازم تو فاز ضرب، ضرب و جمع میکنم تا SOP جمع پیگوزی بیاد. بریم حساب. آقا این که جمعه، یک و یک میشه چند؟ 2. این دوتا هم با همدیگه منفی 2 فاکتور میگیرن، میشه یک آلفا اوم به اضافه چند؟ یک بتا اوم. 2 من های 2 پرانتز باز مخرج مشترک میگیرم، آلفا بتا، اینجا هم آلفا به اضافه بتا. 2 من های 2 پرانتز باز نکن اس این پی اس او پی قدیمیه، یعنی صورت این چی هستش؟ 3 دوم مخرج این چند؟ منفی 2 میشه 2 منفی منفی میشه به اضافه چند؟ 3 دوم. 4 دوم 3 دوم میشه 7 دوم. این اس جدید شماست. پی جدید ورد و بیار، ضرب میکنیم، یک در یک یک من های دو آلفا و من های دو بتا و به اضافه 4 تا آلفا بتا. این ضرب ترین شد. خب خوبه، یک من های دو اینجا میشه یک آلفا و به اضافه یک بتا و به اضافه 4 به آلفا. اینو یه جای حساب کردم اینجا سینه تقلب کنم از رو سیگما موافقی، اینجا میشه 3 با این میره منفی 3 4، یعنی از رو تقلب اون مینوسم منفی چند؟ 3 4. اینم 4 آلفا بتا هم که داشتم دیگه منفی 2 بود، اینم منفی 2 بود. چی شد؟ یک به اضافه یه. این با این ساده میشه، میشه 3 دوم به مین نهای چند؟ 2. منفی 1 میاد میشه 1 دوم سر چند. SOP جای پیدا شد. حالا معادله چی بود فرمتش؟ میاد میگه آقا x2 مین نهای s پریم x به اضافه p پریم مساوی است x2 مین نهای s پریم 7 دوم x p پریم 1 دوم. معمولا فرمت کسی نگه نمیداره، همه رو یه دو ضرب کن بر من. 2x2 مین های 7x به اضافه 1 مساوی است این معادله هر رو میخوام، یعنی گزینه چند؟ 3. تشکیل معادله است. البته اونها باز یاد بگیرید، کار با ایکس مخالف ها رو توی بحث ها انجام دادیم، توی ویدیوها با هم دیگه دیدیمشون کار با ایکس مخالف ها رو. اینجا خواستم یه بار دیگه تشکیل SOP که آقا مثلا معادله های جدید رو میخوای بر اساس ایکس های جدید چجوری کار کنیم، اس پیدا کن، پی پیدا کن جدید و معادله بیاریم، یه بار دیگه با هم تمرین کرده باشیم.